به نام خدا و با سلام و درود به بینندگان عزیزم در سرتاسر جهان. انشاءالله که شاد و سلامت باشید. خب در این برنامه میخوام بپردازم به تغطیه سخنان رهبر در دیدار با دانشجویان و اینکه این شبکه های اصل بیشرف دروغگو مثل بی بی سی، مثل صدای آمریکا، مثل یه شبکه دیگه، حالا اینجا میگذارم میبینین، و اینها نشر اکاذیب میکنن و یه چیزایی رو تغطی میکنن، همونطور که استاد حسن عباسی رو تغطی میکنن، همونطور که علی اکبر رائفی پور رو تغطی میکنن، و یه بیشعور مجوس جاسوس تروریستی هم الان اضافه شده که اینم میاد تغطی میکنه و اینم میاد در واقع دروغ چاپ میکنه. الان از همه جا در مونده دروغ چاپ میکنه. خب میخوام برم این کلیپ رو از صدا و سیما براتون پخش کنم و ببینین که چطوری میان اینا صحبت های رهبر رو تغطی میکنن و ازش سوء استفاده ابزاری میکنن. ببینین اینا دشمن کفگیرش به تای دیگ خورده دیگه، از بس که از درماندگی و دریوزگی و بدبختی دیگه، حالا کمتر، قبلا شاید از 100 تا 90 تا دروغ میگفتن، الان 100% دارن دروغ میگن، از 10 تا 10 تاش دروغه. تقطیع یک دیدار رمضانی بعد از دیدار اخیر رهبر انقلاب با دانشجوها، رسانه‌های فارسی زبان خارجی بازم با دستکاری و تقطیع فیلم مراسم روایت دروغی از این رویداد مخابره کردند. این ویدیو را بی بی سی فارسی منتشر کرده با این تیتر: واکنش ها به تنش در سخنرانی با دانشجویان. فیلمی با محتوای اظهار نظر یک دانشجو و در مقابل واکنش رهبری به آن. همینطور با هم دیگه بخوایم دهن به دهن بکنیم که بیش نمیره کارا. وقت تمام شد و حرفها خیلی زیاده. این ویدیو را که به دیدار اخیر رهبری و دانشجویان برمیگردد، صدای آمریکا هم به اشتراک گذاشت. ابتدا این بخش منتشر شده رو ببینیم. و این حاشیه از سخنرانی 56 دقیقه رهبر در شبکه این من و تو هم سهم زیادی از آنتن را به خود اختصاص داد. بعد من و تو هم شبکه فرقه. قسمت‌هایی از ویدیو این تنش رو که دیگه روی وبسایت رهبری دیده نمیشه و حذف شده رو ببینیم. برمیگردیم از واکنش‌ها براتون بیشتر میگیم. اما این ویدیوی کامل دیدار است. اتفاقا این کلیپ روی سایت رهبری هستش. من رفته بودم چیز دیگر رو امروز ویدیو کنم که این کلیپ اونجا بود. ببینید چقدر اینا بی‌شرفن. در سایت دفتر حفظ و نشر آثار رهبری، بخشی از نشست که توسط رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور منتشر شده، ترکیبی از دو قسمت این ویدیو. بخش اولش میشه دقیقه 27 و 4 ثانیه، یعنی اینجا که یک دانشجو اظهار نظر میکنه. یعنی اینجوری نیستش که هم اگر حالا همینطور با هم دیگه بخوایم دهن به دهن بکنیم که پیش نمیره کارا. و اما بخش دوم که به فاصله 28 دقیقه تا بخش بعدی هست، برمیگرده به دقیقه 55 و 5 ثانیه، یعنی اینجا. درست انجام نگرفت، دانشجو گرفت. خب وقت تمام شد. دانشجویی که در این ویدیو اظهار نظر می‌کند، درباره آنچه که در دیدار گذشت یادداشتی نوشت. خب اینجا دقت کنیم ببینین در واقع چی گذشته. اون خود دانشجو رفته نوشته و تمام دروغ‌های اینا رو پنبه می‌کنه. آقا در مورد صحبت‌های بچه‌ها و وظایف مسئولین صحبت می‌کردند که گفتم به شرطی که مسئولین به حرف مردم توجه کنند. توجه کردین؟ به شرطی که مسئولین به حرف مردم توجه کنن. اونجا داشت میگفتون آقا پسر. آقا فرمودن اگر بخواهیم در صحبت همدیگر وارد شویم، به نتیجه نمیرسیم که از ایشان بابت ورود به صحبتهایشان عذرخواهی کردم. وقت اذان رسید. نماز جماعت را در فشرده ترین حالت ممکن به امامت آقا خواندیم. با اعتراض برخی کاربران مجازی به دستکاری و تغطیه حقیقت در بی بی سی فارسی و دیگر رسانه‌های خارجنشین و مرور بخشی از سابقه این رسانه در تغطیه و وارونه کردن حقیقت، خبرنگار بی بی سی یک توییت منتشر و به این تغطیه اشاره کرد. این ویدیو تغطیه شده. فضا تقابلی نبود. تا ثانیه 15 مربوط به جلسه پرسش و پاسخ و نطق‌های دانشجویان بود که همیشه ماهیتاً فرق داره و از اونجا به بعد کات می‌خوره به ته برنامه که میگه دیگه وقت نداریم، که همه دست بلند می‌کنن حرف بزنن. این همهمه درباره هدیه و یادگاری رهبر به دانشجویان بود.
شما میدونین تو عید سعید فد آخر سر همه این 1,000,000 آدم میگفتن انگشتر میخواستن از رهبر انگشتر یا چفیه ایشون، رو به کدومتون بدم؟ دیدین که صدها هزار نفر اومده بودن اونجا. چفیه‌ای که دانشجویان دختر نگران بودند به آنها نرسیده تمام شود. نشنفتم. زهرای زدخواه، خبرگزاری صدا و سیما. خب یه چیز رو توجه کردین که دیگه سقوطی انتر آشغال دیگه تو اینا نیست، درست؟ اینا رو از انگلیس انداختنشون بیرون، عربستان یه اردنگی بهشون زد دیگه هم حمایتشون نمی کنه. اینا رفتن حالا اومدن توی این آمریکا، اینجا از اینجا دارن شکر زیادی میخورن. در صورت یه نکته ای رو اینجا میخوام عنوان کنم بدون اینکه بخوام اسم اون شخص رو بیارم، اسم اون تروریست مجازی رو بیارم، این بدبخت بیچاره. من فقط دارم اینجا یه تصویر رو میبینم، اینو برام تو تلگرام هم فرستادن یه کسی، میگم بیا شما برنامه بسازین و افشا بکنین دیگه، من دیگه واقعا نمیخوام درباره این موجود، میخوام بگم این جاسوس و این تروریست مجازی، واقعا دیگه نمیخوام دربارش برنامه بسازم چون انقدر بی ارزشه. درباره هر چیزی شما برنامه بسازی ارزشش به مراتب بالاتر از اینی که درباره این شخص بخوای برنامه بسازی. در صورت این اومده میگه که تذکر حجاب باعث کشته شدن یک خانم 59 ساله در کرمان شد. این دروغ بزرگه، داره دروغ میگه، مثل سگ داره دروغ میگه و داره از خودش مثل شبکه سعودی این انتر آشغال شده، این سقوطی انتر آشغال به زودی هم سقوط میکنه انشالله. آمران اولین قربانی رو دشت کردن، این خوشحال میشه، میبینید خودش که تروریست مجازیه و اینا رو تشویق میکنه. حالا جریانش چی بود؟ جریانش اینجا اومدن دربارش نوشتن، من یک نوشته ای رو دارم اینجا میخونم. در هر صورت این چیزی که اتفاق افتاده درگیری شخصی یک کسانی پریدن به هم، دعواشون شده، اصلا مسئله حجاب نبوده، توی اتوبوسی و پلیس میاد، پلیس ناجا میاد و اینجا داره میگه این کلیپ با عنوان حمله به اتوبوس، به اتوبوس زائران حاج قاسم در کرمان بازنشر شد. حالا ببینیم به چند مدل اینو بازنشر دادن، اینم یه مدلشه یا یه ورژنشه. اون بیشور اومده گفته که اون زنه که اونجا فوت شده این اولین دشته به خاطر حجاب، این داستانا. خب اینجا دارن میگن این مسئله تکذیب میشود، اینا اومدن ورود کردن و من کلیپشو اینجا دارم میبینم، یه مش آدم ریختن سر هم دیگه، دارن خب به هم دیگه حالا سنگ میپرونن، دعواشون شده دیگه، تو دعوا که حلوا پخش نمیکنن، در صورت میزنن شیشه اتوبوس هم میشکنن و اصلا و ابدا در رابطه با حجاب نبوده. من اینو در اینجا بهتون میگم، شماهایی که میرین گول کلیپای این دروغگوی اعظم رو میخورین، این دروغ میگه، این الان در واقع منابع، حالا میخوام بگم درآمد آگهیش کاهش پیدا کرده، الان ناچاره که دروغ چاپ کنه، نشر اکاذیب، مثل اینکه بازارش گرمه. و خب شما هم تا جایی که میتونین این رو رسواش بکنین، افشاگری بکنین دربارش. این الان پناه برده به نشر اکاذیب علیه رهبرمون، علیه نظام، علیه هر چیزی که هست. خب دستورش هم از همون جاسوس خونه میگیره، از اون جایی که خودتون بهتر از من میدونین کجا هست، بارها گفتم آقای 350 تروریست مجازی، مجوس جاسوس. خب عزیزان من، عضو کانالا بشین و زنگوله رو فشار بدین، پسند رو همچنین به اشتراک بگذارین، نظرتون رو بنویسین، برای من ارزشمنده. در پناه خداوند بزرگ ایران باشین.